بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت رفقا. متاسفانه با خبر شدیم که رژیم قاسب بچه‌کش یه بیمارستان تو غزه با موشک های هوا به زمین زده و اخبار حالا رسمی چیزی که خودشون منتشر کردن میگن 500 کشته و تعداد زیادی مجروح، اما گزارش هایی هست از کشته شدن بالای 1000 نفر که حالا تصاویرش رو نمیتونیم منتشر کنیم. قوانین یوتیوب یه طرف، اصلا خودم نمیتونم منتشر کنم، انقدر دلخراشن که واقعا آدم میمونه چی بگه. اما خب این تصویر سخنگوی وزارت بهداشت فکر میکنم چیزی که توی بیمارستان رفته بین اجساد حرف میزنه خیلی دردناکه. یه بچه رو گرفته دستش، بچه سرش، نصف بدنش و همه اینا، اصلا آدم نمیدونه چی بگه واقعا، اصلا به کجا میرسه دیگه، چجوریه، یعنی ولی خب باعث انزجار عمومی شد. ترکیه، سفارت اسرائیل رو چیز کردن تو جردن یا اردن، مردم به سفارت اسرائیل حمله کردن، سفارت اسرائیل تو اردن آتیش زدن تو ترکیه. البته خبرها اومده که حالا راجعش صحبت بکنیم، البته حکومت ترکیه، دولت ترکیه کمکای قالی قضا اینا فرستاده اسرائیل، حالا راجعش چیز میکنیم. اما بعد از این قضیه حنانیا نفتالی، یعنی قبل از این قضیه، یکی دو ساعت قبلش اومده بود، یعنی بعد از این قضیه اومده بود یه توییت زده بود که فوری نیروی هوایی اسرائیل یه پایگاه تروریستی حماس و داخل یه بیمارستان تو غزه به قولی زده. میگه چند تا تروریست کشته شدن. این خیلی دردآوره که حماس راکت میزنه از درون هاسپیتال و بیمارستان و نمیدونم مسجد و مدرسه و مردم معمولی به عنوان هیومن شیلد یا سپر انسانی استفاده میکنه. اون همچین ادعایی کرده بود. اولندش که خب یه جورایی به خودشون کارت فری پس میدن و برگ عبور آزاد میدن هر کاری بخوان بکنن، و با این که حرف من اما اینجاست، بعدن اومد این توییت رو پاک کرد همینطور. و البته صفحه اسرائیل هم یه توییتی زده بود که میگفتش که از آنالیزی که از سیستم‌های عملیاتی ارتش اسرائیل به دست اومده، یه راکت دشمن به سمت اسرائیل میومد که تو راه خورده به هاسپیتال، خورده به بیمارستان. اینو زده بود، یه سری فیلم این پایین منتشر کرده بود که بعدن این فیلمو پاک کرد. این توییت اولش این بود، بعد اومد فهمید که چه چیزی کرده، اشتباه کرده، خودش فهمید و اون فیلمو پاک کرد. تو توییت بالایی همون توییت زده بدون فیلم، اما توییتی که زده بود این بود، یه فیلم قدیمی بوده که میخوایم اینو بررسی کنیم. صدایی که از انفجار بیمارستان، فیلمی که مربوط به بیمارستان، قبل از اینکه فیلمش رو نشون بدیم یا حالا یه جوری سعی کنیم نشون بدیم که تو یوتیوب چیز نشه، این صدا و حجم انفجار به نظر میرسه که یه جوینت دایرکت اتک میونیشن آمریکایی یا GDAM آمریکایی، یه تصاویرشم، یعنی از کمکایی که آمریکا به اسرائیل ارسال کرده بود چند وقت پیش، یه عالمه از اون مدلش رو دیدیم و حالا تو فیلمش میگیم، ولی به نظر میرسه این برخورد کرده به شبیه به یه راکت نمیشه، یا اینکه اگه یه راکت خورده به انبار راکت ها
و چون تسهیلات زیادی اونجا بوده، همچون حجم انفجاری اتفاق افتاده، پس باید حتما بعد از انفجار انفجارهای دیگه ای باشه دیگه. چند تا راکت که همه تو یک ثانیه منفجر نمیشه که، یکی منفجر میشه، چند تا پشت سر هم هی همینجوری منفجر میشه دیگه. دیدیم حالا، همه تون دیدید جایی که یه انبار مهمات آتیش بگیر، پس اون کلا دروغه. اما قبل از اون من یه چیزی راجع به فوتبال بگم. آفرین به بچهای تیم ملی، باریکلا واقعا خیلی حال کردیم. بالاخره پرچم انتفاضه چفیه فلسطینی ها انداختن گردنشون و توی مسابقه امروز کیروشی پور هم 4 تا بهش دادیم. اصلا کلن رسمش همیشه همین بود، مثل بازی ولز دیدید، سرود که خوندن بردن. یعنی پای کار این نظام و آرمان های نظام که شهدا داده، خون شهدا پای این نظام داده شده، وقتی وای میسن خدا کمک میکنه. بازی کرد که به نظرم هیچ که انتظار نداشتیم با 4 تا بزنه. خیلی هم خوب بازی کرد. اونم تیم اینا در برابر، حالا خیلی خسته بودیم از اون فوتبال اتوبوسی نتونست کاری کنه. آقای کیروشی پور به قولی این فوتبال هجومی خیلی به نظرم خوب بود. حالا اینو کار ندارم، فقط باریکلا به بچه های تیم ملی ایران، آفرین داشتگارشون. اما ساعت 10 شب سه شنبه دیشب یا امشب که گذشت، فیلم برخورد موشک به بیمارستان رو منتشر کرد و نوشت انفجار رازآلود رمزآلود در غزه، ماس اسرائیل رو سرزنش میکنه برای این. من باور دارم که این یا یه راکته که مثلا فیک راکت اشتباه رفته بیمارستان زده، یا یه چیزی که با پرپس انجام شده برای اینکه اینترنشنال ساپورت بگیره، چیز بین الملل، هم کار خودشونه یه چیز. ببین صدای اینو، صداشو باز کنم، صداش رو نگاه کن. دیدی این صدای چیزی که بتونه همچین حجمی از تلفات رو به جا بذاره قطعاً. من چرا چیز رو نزدم؟ ببخشید، یه بار دیگه. این صدا رو چیزی که بتونه همچی تلفاتی رو بذاره، یه راکتی که قبلا به تا یکی یه پستی گذاشته بود اونو پیدا کنم. این کاربر اومده چند تا از ویدیوهایم های چیزشو متفاوت و این راکت، این صدای راکت، حالا این خلاصه یه مقایسه کرده این صدا رو و مشخص میشه که به قولی اون صدای یه راکت یا اشتباه چیز نیست و صدای یه دونه انفجاره و این احتمال زیاد همین جی دی ای امه که روی هواپیمای اسرائیلی بسته میشه و نزدیک 450 کیلو وزنشه. یه همچین چیزی، همچین چیزایی قولی داشته بودا. جی دی ام 1000 پوندی که میشه همون 450 کیلو. اما این هم اسرائیل هم IDF اون پوستا رو پاک کردن، فیلم ها رو، حالا جلتا نشون میدم چرا اشکال داره. بعد این اومد همین یه ساعت پیش، الان 3 صبح ایرانه، 3 صبح چهارشنبه است دارم اینو ضبط میکنم،
اومد یه ویدیوهای دیگه گذاشته و اونو پاک کرد و گفت الجزیره گرفته اینا، حالا کاری ندارم، ولی خب الان تا یه ساعت پیش اینو الان گذاشته. میگه که قبلا امروز یه خورده قبلتر امروز یه گزارش پخش کردم که با این در مورد بمب انداختن روی بیمارستان ها تو غزه که دروغ بوده، که به دروغ گفته بودن که اسرائیل اونو زده و من اشتباهی اونو پخش کردم، اطلاع پخش کردم که since deleted post in which I referenced Hamas و مثلا منشن کردم که گفتم که ذکر کردم که حماس فلان شد و این صحبت ها که مثلا همیشگی حماس استفاده از بیمارستان برای نگهداری وپنز و تسلیحات و می چونم اسلحه و اینا و انجام دادن عملیات تروریستی، من معذرت میخوام واسه این اشتباه. از the IDF، IDF یعنی Israeli Defense Force، فکر میکنم ارتش دفاعی اسرائیل، ارتش اسرائیل، مثلا ارتش چی میگن حالا، فکر میکنم فورس دیگه اون، آره، does not bomb hospital، برای اینکه IDF بیمارستان رو بمب نمیزنه، به خاطر همین فکر کردم که حتما اسرائیل یه بیس، یه پایگاه حماس تو غزه رو پس هدف قرار داده. میگه چون من به نظر من اینه که خودش داره همینجا هم لو میده دیگه، میگه چون من فکر میکنم که اسرائیل بیمارستان نمیزنه، پس حالا که بیمارستان زده پس داره پایگاه غزه رو میزنه. اصلا چیزشون اینه دیگه، میگن که مسجد و مدرسه، تو ویدیوهای قبلی یادم رفت اجا بگم، قدیمی ترین کلیسای دنیا رو زدن، قدیمی ترین کلیسای دنیا تو اورشلیم تو منطقه غزه رو زدن، گفتن پایگاه حماس دیگه. ببین دیگه بیمارستان و اسکول و اینا واسه شون مهم نیست که. میگه این دانسته میشه که اینا هی دارن تکرار میکنن که حماس داره از مردم معمولی به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه، در صورتی که برعکس اسرائیلی ها این کار میکنن، دادن همه یهودی ها رو از اروپا جمع کردن با هزار تا چیز آوردن تو اسرائیل و به عنوان سپر انسانی دارن ازشون استفاده میکنن و همه هم تقریبا البته سرباز نظامی هن، آدم معمولی تو اسرائیل خیلی کمه و اونایی هم که میان مثل اون توریستی که توی اون فیم پارتی اتفاق برش افتاده به عنوان سپر انسانی استفاده. ولی خب حالا این مهندسی معکوسه که قبلا درمش صحبت کردیم. حالا اینا مردم اومدن همه میگن که چرا پس پاک کردی، یعنی دروغ داری میگی، که میگی که تو نگفتی تو توییتت نگفتی که آقا ریوترز میگن چی میگن روترز همین معروفه این جورنال چیزه این خبرگزاری روترز، نگفتی اونو گفته تو، فقط نیم ساعت بعد از اینکه بیمارستان بمباران شد تو اینو چیز زدی، تو اینو توییت کردی. حالا یکی دیگه، یکی این دنباله این بودم، خوب شد همینجاست. این میگه من نمیدونستم، در صورتی که خودش اعتراف قشنگی داره قبلا. ببین چی میگه، من سعی میکنم همزمان ترجمه کنم که وقت تلک نه. سلام همگی، من از خط مقدم جلو، اینجا رو دقت کنم، گفت از خط مقدم من صدا زده شدم به یه خط مقدم دیگه، به یه جبهه دیگه، به جنگ دیجیتالی، از جنگ فیزیکی منو صدا کردن بیام تو فرونت لاین، تو خط مقدم جنگ دیجیتال، جنگ اینفورمیشن، دیجیتال وارفر، جنگ شناختی، چه میدونم شناختی نه، ولی جنگ دیجیتال، همین اخبار و همین مدیا، سوشال مدیا، اینا دیجیتال، دنیای دیجیتال وارفر، جنگ دیجیتال یعنی اخبار کاملا مهندسی کنند. خودش داره میگه اون موقعی که توییت کرده اینجاست، اومده به عنوان یه سرباز دیجیتال. Prime Minister has called me to join this task force here behind me.
یه تیم هنی پشت که داره می جنگیم هر لحظه برای این که از اسرائیل تو مدیا دفاع کنیم. جنگ بین خیر و شر، جنگ اسرائیل جنگ شما هم هست، به خاطر اینکه هزار تا اشتباه، اطلاعات اشتباه از هزار تا نجات پرستی علیه یهودی ها، آنتی سمیتیزم یعنی سامی، سمیتیزم یعنی سامی ها، مثلا عرب ها، اسرائیلی ها، نمیدونم فلسطینی ها، سوریه‌ای ها، اینا آرامایک، آرامیک، اینا این نجات سامی ها. آنتی سمیتیز یعنی مثلا یهود ستیزی، عرب ستیزی، اینا میگه اینفورمیشن اشتباهی دنیا از ما اومدیم یه تیم درست کردیم، مثلا اینا چیزاشن، هداشن دیگه، این میس اینفورمیشنه، بجنگیم تو مدیا اینا. بعد میگه شما را هم دعوت بکنم بیایم اسرائیل دفاع کنید. So I call you to stand on the right side of history. و شما میخوام که تو چقدر اینترنت ضعیف دم داغونه. و میگه که و شما میخوام که تو جناح درست تاریخ باشی. Hold stand for Israel. دریوره میگه فلان فلان شده. بعد منظور که خودش چیز کرد، این اصلا دیگه نخ زنشه، چون سری قبلی که عکس بچه‌ها رو گذاشت و بچه‌های کشته شده فلسطینی رو گذاشت و گفتش که دنیا باید از ما تشکر کنه به خاطر اینکه داریم اینا رو میکشیم، بعدش اومد یه پست گذاشت گفتش، تو حالا ویدیوهای قبلی توضیح دادم، اگه ندیدید برید اونا ببین، اگه یوتیوب پاک نکرد دو سه تا ویدیومو پاک کرد یوتیوب، ولی گفتش که آره زنش اومد عکس زنش رو گذاشت و گفتش که این انانی رفته جنگ، رفته فرونت لاین، رفته جبهه و اینا، من چیزم، من الان اکانتش دست منه، اونم پاک کرده بود که مثلا آقا اون نکرده، الانم آره اینجوری، یعنی اصلا از اولم ببین تو چیزش نشون دادم، دمش صحبت کردم، اهدای هیومن رایت و نمیدونم وی لاف اسرائیل لافز ایران و ایران لافز اسرائیل و اینجور چیزا درست میکردن، این توریستای گروه های تروریستی در واقع، ولی گروه های توریستی فیسبوک رو شما برید نگاه کنید، اینا که تو ایران مثلا توریست جمع میکنن و اینا، از اونا سرباز جمع میکردن که مثلا بین دو چیزو مثلا هی چیز کنن، اونایی که دستشون تو کاره اینا رو یه ذره رصد کنن، این گروه های حالا البته الان یه زمان روحانی بود، حالا الان یه مقدار شاید داستانش فرق کنه و فیسبوک هستن دیگه، حالا اینا چون با خارجی در ارتباط هم، ولش که اونو یه روزی دیگه صحبت میکنم، خودش یه مسئله ایه که اصلا کسی هم بهش حواسش نیست، باید یه روز صحبت کنم راجش. حالا بعد از این، یعنی قبل از این، من باید همش اینو استاپ کنم، وایسم اینترنت برگرده، بخاطر این ممکنه در قطع وصلی بشه. یعنی قبل از این اومده بود یه دونه میگه که الجزیره تو برنامه زنده اینو گرفته که اون لحظه ای که جهاد اسلامی، یعنی هم منظرش حماسه، حالا یه اسم دیگه داره استفاده، اسم اسلامی بلدن، اسم اسلامیک اینجا میاره، جهاد رو میاره اینجا برای مخاطب غربیش که هم جهاد داره هم اسلامیک، اون انتحاریه بیاد تو ذهنش، لانچ واسه همین اون دور میز نشستن قشنگ دارن به قول مهندسی میکنن راکت داد میس فاید که اشتباهی مثلا هاسپیتال زد. گاوا گاف فرستا گاوا فارسی زبون ها، هندی زبون ها، همه زبون ها هم دیگه بکار شد. این اومد اینو بخش کرد، ببینم اد کانتنگ نداره، این وایسیم این لود بشه، هم این هم اسرائیل هم آی دی اف کلن همش، حالا من اینو به عنوان نمونه یکیش آوردم چون این الان به قولی سرباز سایبری مطرح اینفلوئنسر اسرائیلیه چون معروف شده تو ایران چیز داره، اینا خیلی بازشون مهمه که مخاطب ایرانیشون چیز باشه، حالا این به قولی چیزه، این اومد اینو پخش کرد که مثلا آقا الجزیره، هم صدا رو قطع نکرده باشه، الجزیره یه دونه چیز گذاشته که مثلا این اون لحظه ای که خورده رو نشون داده که مثلا این از سمت حماس اومد. البته یه مسئله ای داره، اینه که اولا جهت اینجا مشخص نیست از سمت اسرائیلی یا از سمت، حالا اگرم ما فرض کنیم درسته مال الانه، جهت مشخص نیست از سمت اسرائیل یا از سمت مثلا دریا به سمت نوار غزه و ایناست،
که بعضیا اومدن کد گذاشتن گفتن که اصلا این از سمت جنوب داره میاد، چی از سمت جنوب نمیاد، از سمت حالا نمیدونم این اونا کنن، ولی اصل قضیه اینه. ببین اینجا زمان داده، حالا پایین مردم اومدن زدن، مثلا همین جکسون اینکل که یوتیوبش هم بستن اومده به زمان مکه، این الجزیره این ساعتش های عوض میشه به زمانهای مختلف میزنه، ولی اتفاق به زمان به این زمان ساعت 7:50 بوده، این جای این فیلم مال 6:50 هم داره میگه، میگه بجز این که اون استرایک اون لحظه برخورد در ساعت 7:50 اتفاق افتاده، نه اینکه 6:50. خلاصه اینم بازم چیز میشه. یه دونه دیگه هم بذار ویدیو دارم که مقایسهشه ببینم این کی هست، حالا هر کی هست، یه از این دوتا چیز داره بزرگش کنم، خب نمیتونم اینجا بزرگترش کنم، ولی این گوشه هاشو نگاه، اینجا یکی این ور مقایسه کرده، یکی این ور، زمانه که عوض میشه نگاه کنید این لحظه برخورد و همون چیز نشون میده، اینم اون فیلمی که نفتی ادعا کرده رو، این زیر همون IDF Israel Defense ارتش اسرائیل صفحه رسمیش تو همون یکی آورده بود اینو پست کرده بود مقایسه کرده بود زمانا، این قسمتشو ازش در آورده بودن و این فیلمه رو پخش کرده بودن، صدا هم نذاشتن روش، که حالا یه چیزی که روی ویدیو خودش توضیح بدم. این میاد بالا از اینجا میگیره، انگار اولا دو مرحله ایه، یا اینکه مثلا اینجا پدافند زد اصلا ارتباط نه، بعد یه انفجار اینجا شکل میگیره، حالا که معلوم میکنه که این اصلا داستان اون نیست، بعد این از اون ته داره میاد این ور، بعد یه بالا میره دیده نمیشه، نمیدونی چه خبر شده. یه اینجا ببین، اینجا یه نورانی میشه میاد عقب، اینجا نورانیه، بعد اینجا انفجار میده، اصلا چیزه. حالا اینش یه طرف، قبل ترش داشتیم مسئله رو واسهش آماده میکرد، اشتباهی که کرده بودن داشتن قضیه رو آماده میکردن، اومدن اومده بود دیگه شروع کرده بود، این اصلا این کلید واژه جدیدی امروز به نظر من، اسلامیک جهاد، جهاد اسلامی و حماس، این اسلامی جهاد دارن میچپونن، این کمتر بود راجع به این، همش حماس میگفتن، الان چون کرانه باختر جاهای دیگه هم مردم و به قولی چیز فلسطین هم شروع کردن که مثلا تظاهرات کنن یا کار چیز بکنن، اینا دارن به اون سمت هم چیز بکنن، حالا این خودش یه داستان متفاوت، میگه اینا برای این که میدونن که مثلا از مناطق شلوغ به عنوان چیزشون استفاده میکنن بیسشون، آخه یه ذری میزنه، ببین بعض مردم رو هم دارن زندگی میکنن، 2.5 میلیون تو مثلا 300 کیلومتر 367 کیلومتر خیلی جای کوچیک، 2.5 میلیون آدم و زندانه دیگه، بعد میگه دنسیتی دنسلی پاپولیتد آریا، یه جای تراکم جمعیت زیاد داره استفاده میکنه از اونجا میزنه، نه شما یعنی برعکس است، حالا این چیز تابلویی. بعد قبلترش هم اومده بود همون ویدیویی که توی چیز بوده از الجزیره است، اونجا اون یه چیز دیگه است، این مثلا یه زاویه دیگه که مثلا یه همچه حالتیه، بذار این یه دونه این اینجوری داره میره بالا، یه دونه اون دور داره میاد اینجا، بعد خاموش میشه و معلوم نیست چی میشه و رو هوا خاموش میشه، یکی میاد بالا یکی اینو اینجوری اینجوری میان، اصلا هیچ، که واسه اینم مردم گفته بودن آن قبلش اینو بگم، این اینجا که گفته بود یه چیزه یه مشک یه انفجار مشکوک یا میستری و رمزالود رازالود فلان، پایینش اومده بودن خیلی دانشته بودن، مثلا نه تو خودت همین چند دقیقه پیش گفته بودی مرد حسابی اسرائیل یه بیمارستان زده، بعد الان میگی رمزالود، این حرف خوبی زده بود، یا خیلی ها مثلا اینجوری جوابشو دادن. بعد این که خب ممکنه اینا اگه نگاه کنی ببینی مثلا بگی این ویدیو ربطی به اون نده، شبیه هم نیستن، اما مسئله اینه دیگه، یکی بالا میره یکی همین پایین، خاموش میشه بالا، دوربین بالاه نمیبینی، انفجار میشه میاد پایین،
اون فیلم هست از یه زاویه دیگه. حالا اون فیلمی که پخش کردن یه موشک میره، این فیلمه که همون مربوط به همونه، یه موشک میاد برگرده، مال آگست 22 مثلا چیز قدیمی، اینا چیز کردن. حالا بعضی آمده میگن این ربطی داره، این حتی تو لایو تیک تاکش هم بوده، این نمیدونم این اینستا تیک تاکشه، ولی آره میام میگن این ربطی نداره اینا. میخوام الان ربطش بدونیم چطوری ربط پیدا میکنه. این همون چیز هست. آها اینا مردم اومده گفتن این ویدیو قدیمیه، بعد مثلا یکی اومده گفته که بهتر تحقیق کن که همونه، از چند زاویه است، دقت کن اون عکس مال اینه. نمیدونم مال سوریه است، مال کجا است، مال کی، مثلا قدیمیش که میدونیم عکس این زاویه، این اینجاشه، از اینجاشه، این تیره برق است، اینم کجا است، این مال اینه، اینی که میاد میره. که بازم به نظر میرسه یا موشک هدایت شونده است، یعنی راکت قرن بیستمیه، چیز نیست. اینا دیدی دقیق کردی، برای همین بعضی اومده مثلا نوشتن این چه ربطی به این ویدیو داره فلان، ولی همین داستان از یه زاویه دیگه این دستشون رو شده. حتی البته نمیگم اونا چون هنوز تایید نشده، ولی به نظر میرسه پنتاگون و نمیدونم ریترز و نمیدونم وال استریت جورنال و اینا همه تایید کردن که توسط موشک اسرائیل چیز شده. بعدش هم که این که اینه، صدا رو قطع نکرده باشم دوباره الکی حرف بزنم، نه درست منم حالا همون چیز داره میگه، میگه که اردن اینا آتیش زدن، حالا اینا رو نمیخوام، آتیش اینا داره این یوتیوب خیلی چیزه، ولش کن، گیر داره میده. من شادو بن شدم، یعنی خیلی وقت شادو بنم، البته یعنی بلاک سایه ای که نمیذارن دیده بشی، خیلی وقته، از موشک، از هواپیما به بعد. من قبلش بازدیدام خوب بود، ویدیوام تو کانالم خوب بود، از اون موقع به بعد دیگه همه چی افتاد. و البته سابسکرایب که زمانی که آی پی زدم، ولی بازدیدا خوب میخورد، مخصوصا انگلیسی ها که یا آهنگا اینا خوب میخورد. حالا دیگه چاره ای نداریم، احتمالا به همین زودی میرم رامبل دات، تو رامبل دارم صفحه حالا، ولی خب اونجا باید دیگه. محمد علی نجا میگه که خنجر اردوغان در قلب غزه، ترکیه برای اسرائیل مواد غذایی فرستاد. کانال ابریکان میگه که یک کشتی از ترکیه در بندر حیفا پهلو گرفت که حاوی 4500 تن سبزیجات و میوه که 80% گوجه فرنگی است. اینا کانال ابریه گفته، ادعا کرده. بعیدم نیست، ترکیه اصلا عثمانی، اردوغان عثمانی، داعش، اسرائیل، اینا یک چیزه. این ملزومات خوراکی برای جبران مایحتاج اسرائیل است که به دلیل آسیب دیدن ارزی کشاورزی طی عملات با غذا یا کاش مصرف مواجه شدند. یعنی کلا اینا رفته تو این صفحه، الان چیزشون اینه، کلید واژهشون همین، که بچه رو یک پسر فاندر بنیانگذار حماس و فلان مصعب یوسف میگه، چطوری توضیح میده که چطور مثلا بچه ها رو از سن 5 سالگی میبرن حماس، و مثلا منظورشون اینه که یه توییتی هم پرایم مینیستر، صفحه پرایم مینیستر اسرائیل زده بود که میگفتش که جنگ ما جنگ بچه های چیلدرن، کودکانه، نور با کودکان تاریکه، یعنی اعترافات خیلی واضحه که به بچه کشی ها اینا. حالا من نمیدونم چطور اون حرفای منو تو پروپاگاندا یوتیوب به عنوان هیت اسپیچ میتونه، اصلا امکان داره در نظر بگیره؟ اصلا چطور ممکنه؟ How could that be the hate speech؟ نمیتونم بفهمم. On the face of earth it is not possible. یعنی اصلا ممکن نیست. منظور که متوجه میشی؟
نمیگم چیزی که نمیگم آن که هرچی بخوان و میذارن چیز بشه، قشنگ انجینیرینگ میکنن، مهندسی میکنن. اینم جالب، اسرائیل بیمارستان غزه رو شوت میکنه، بعد پایینه میگه روسیه چطور تونست اینو انجام بده. میخوام برای اینکه متوجه شه چرا این نفتالی تفه مقصد انگلیسیشو میگم، اینا سربازن و چطوری پشت زمینه هم دارن چیز میکنن، کلید واژه‌ای که میدن میتونیم هم دستشون رو بخونیم، هم همین که میدونیم دارن چیکار میکنن. مثلا اومده یه حمایت اسرائیلی، رژه حمایت اسرائیلی تو ساوث آفریقا، تو آفریقای جنوبی که قبلا آپارتاید بوده، این برای مهندسی معکوس کردن این واژگان، این خیلی مهمه. برای همین میگم رژیم قاسم بچه کش آپارتاید، کلا هر چیزی که نگاه میکنی چی میشد این اگه بچت بود دایفت فلان فلان شده. این پروپاگاندا، پدرخوانده پروپاگاندا، واقعا حیف شد. اون ویدیو رو ریجکت کرد، اپیلمو چیز کرد، ریجکت دیلیت کرد. یه چیزی تو یادم نرفته بگم، سعی کنید ویدیو رو ساعتهای اولیه سری ببینید، چون هی داره پاک میشه و وقتی که با این روند پیش بیان کل قضیه رو خودت میشه متوجه میشه و به نظرم خیلی جا به درد میخوره. تو همه ماجراها میتونیم استفاده کنیم. الان تو همون دلایل مختلف، مسائل مختلف، اینجوری میتونیم قشنگ همه چیز متوجه بشیم. خلاصه کلامی که اینجوری برنامه‌ریزی میکنن، بلند میکنن، نمیدونم موزیک داره لامسه، یه جوری شده یوتیوب سرود ملی هم میذاره کپی رایت میخوره. چوز خلاصه اینجوری تربیت میکنند که تو این به قول دیجیتال وارفر، تو این جنگ دیجیتالی، اینا فکر نکنید آدم معمولی هن، اینفلوئنسر هن و فلان هن. اسرائیل حتی اینفلوئنسر های دیگه، سلبریتی های کشور های دیگر هم با واسطه تو چیز خودش میاره، تو جبهه خودش استفاده میکنه، میبره دعوت میکنه، سفارت انگلیس، سفارت فرانسه، سفارت نمیدونم ترکیه، سفارت فلانجا، تولد اینا هم بیچاره ها مثلا عقده پارتی های اینجوری دارن دیگه، برن مثلا یه گیلاس بزنیم، نمیدونم یه توز بزنیم، یه مثلا یه کوکتل بخورن و فکر کنن مثلا این پارتیشون فقط دسته که کیفیت پارتی های خودشون، اون پارتی هایشون اصلا تو دنیا نظیر نداره. من دیگه اون پارتی کردم دیگه، تو بارا اینا کار میکردم دارم میگم. ولی خب با این چیزا کشش میبرن تو سفارت و خطا میدن، تشویق میکنن بدون اینکه خودش بفهمه طرف تو چیزا اونا کار میکنه، فوتبالیست و بازیگر و فلانا. بگذاریم، حرفای آقای امیر عبداللهیان میخواستم راجع به این حرف بزنم، منتها گیر فوتبال شدیم، بعد بیمارستان و اینا نشدیم اینو گوش کنیم. جنایت جنگی علیه زنان و کودکان، من مایلم هشدار بدهم تا دیر نشده به جای ارسال پیام‌های ریاکارانه جنایت جنگی علیه زنان، کودکان و غیر نظامیان را متوقف کنند. رهبران مقاومت به صراحت گفتند ما برای جنگ رویاروی با اشغالگران رژیم صهیونیستی آمادگی داریم، اما جدا کردن غیر نظامیان از نظامیان، هدف قرار نگرفتن غیر نظامیان و زنان و کودکان که جزئی از حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه هست، بایستی رعایت بشه و مورد توجه قرار بگیره. بعد لایف نباشه آدم نمیدونه، مثلا صدا قطعه، صدا نیست، کسی مثلا نمیگه. بعد دیگه واقعا حوصله ندارم برم دوباره ادیت کنم، چون این میره تو پرمیر حجمش زیاد میشه، دست چیزم دیگه اصلا خیلی هم الان تا بفرسی خیلی طول میکشه، رندر کنه، آپلود کنه، فلان کنه. ولی الان مثلا صداش کم بود فلان دیگه، ببخشید این چیزا رو دیگه، بضاعتمون همینه. و واقعا هم به ویو بازخوردی که میخوره واقعا همینم، من اصلا نمیدونم همچنان چرا دارم هنوز ادامه میدم. بالاخره یه روزی ما این چیزی، بالاخره این
نمیدونم خیلی وقت الان من فکر میکنم بالاخره میگذره بابا این شاد. الان توییتر حالا دو هفته سه هفته یه بار آزادمون میکنه، یه دو روز ویو میخوریم دوباره لیمیت میشیم. یوتیوب نمیدونم چرا ول نمیکنه. چی میخواستم بگم؟ آها، این ادبیات امروز هم راجبش صحبت کردیم ولی تو اون گفتم زیاد میشه ادامه نیاوردم، ولی باید میگفتم این دو تا مسئله راجب این موند از قبلی. یکی این ادبیات مثلا صحبتش با آمریکایی ها، چون الان دلیلگرای فضای مثل ماها، نه خیلی آفیشیال، مثل ما بقالی حالا یه خورده سطح بالاتر که آب تو خیاری نباشیم، یه ذره مثلا نه در حد اینتراشقال و من و تو اینا اسکولایی که چرت و پرت میگن، نه میفهمن ولی رسمی نیستن. مثلا چیز اینا دارن، بعضی هاشون اومدن توی بازی افتادن، حالا چون فکرشون اونوریه پرو امریکنن آینا بقالی، مخصوصا راستی هاشون چون فکرشون اونجوریه، اینا میگن که این یه بیت بوده، یه تومه آمریکا یه توم اسرائیل تومه کرده توشون داره این اتفاق، یعنی اسرائیلیه دارن اینو میندازن اونجا بین اینا که بگن خیلی بلدن بازی رو، میدونی مردمشون رو بلدن چطوری خر کنن. حرف اینه، میگه که اسرائیل رو به عنوان تومه گذاشتن که اسرائیل این غلطا رو بکنه که ایران وارد جنگ شه، آمریکا ایرانو بزنه. احمقانه است از نظر من و شما، ولی این آمریکایی‌ها رو خر خوب میکنه، چون از یه طرف نمیتونن گندای اسرائیلیا دیگه بپوشونن خیلی، یعنی یه اتفاقی افتاده تو فضای انگلیسی هم نگاه میکنیم، فضای بین الملل هم که نگاه میکنیم، واقعا اسرائیل جای دفاع نداره و برای اینکه بخوان این گندای اسرائیل از طرفی مالکشی کنن و از طرفی به یه جوری نمیدونن چیکار کنن، استیصال به استیصال رسیدن، میگن که حالا بیایم بگیم که آقا ما اسرائیل انداختیم جلو، خرش کردیم، هر غلطی بکنه که ایران وارد جنگ شه ما ایرانو بزنیم. ببین چه احمقانه. خب اولا تو خودت بیا بزن دیگه، تو که دنبال بهونه نیستی که همیشه میای میزنی اگه میتونستی. دوما برو بذار باد بیاد، گذشتون دوره عمو جون، برو الان آب نبات بهت میدیم میبریمت پشت درخت غرقت میکنیم، با چاقو ناخن گیری ناباتا میزنیم. کره شمالی و چین و روسیه و نمیدونم اینا هم نه، تو حریفت فکر کنم خودتی، خودتو میزنی، اصلا چیز نیست. حالا این خیلی از نظر ماها پیش از نقده، اصلا نمیخوایم راجبش صحبت کنیم چون انقدر مسخره میاد مخاطبمون حوصله‌اش سر میره، ولی اینا داره میفته. حالا توی چیزای به قول یوتیوبرای اونوریه، چیزایی رو که نگاه کنی مثل تحلیلگرای یوتیوبی، یعنی فریلنسرها، نه اینکه تو رسانه چیزی باشن، دارن اینو جا میندازن، این بیاد اینو منتظر باشید کم کم بیاد، در فردا میخوای از الان دارم میام به دنبال اون جواب داره مسخره. ولی این اتفاقا همونجوری که امروز به ویدیویی که تحلیل امیر عبداللهیان گفتم اونو گوش کنید، رو حرفام به نظرم مفیده، یاد میگیری. یه چیزی هم دوستانی که خودشون تحلیلی، البته دیگه فکر کنم الان دیگه پا گرفتن دیگه ما رو آدم حساب نمیکنن، اصلا ما رو ببینن گاهی اوقات فقط هوایی، هشتگ هوایی، مثلا وقتی کلمه به کلمه از طرف برمیداری ترجمه فارسی به فارسی میکنی، خیلی ها کار کردن. حالا اونا چیز تجربه بگم که فقط خودت بفهمی، نامردی لایک بکن راقا. ولی حالا این چند تا ویدیویی بود که بعضیا ممکنه که به دردشون بخوره، حالا شاید روشون نشه بگن یا نخوان مثلا بگن میشناسن ما رو یا فلان، به نظرم به قولی میترسن مثلا شاخ شیم، نمیدونم مایوس شیم، فلان شیم. من این چیزش یه کاری بتونم بکنم که این بحث چیزش درست بشه، اینا جدا تو پلیلیست، تو فهرسته، چی بود اسم این فهرسته؟ فهرسته جنگ رسانه، کمانداران جنگ رسانه، یه همچین اسمیه، به صورت جدا اونجا میذارم برای تحلیلاتون یا کارهای برنامهاتون، اگه خواستید استفاده کنید استفاده کنید. ما که صدامون نمیرسه، تریبون نداریم، ولی خب بگین شما، بگید صدا برسه به دیگرون، بشنون مردم بشنون.
و البته باید من قبلا همش به فکر این بودم که کار خاص حرف خاصی بزنم که کسی زده دیگه اونو نزنم، ولی الان به این نتیجه رسیدم که خیلی اشتباه میکردم، باید حرفو انقدر تکرار کنه. متاسفانه شرایط جوری بوده انقدر دروغو تکرار کردن باورپذیر شده و پدافندش هم همین پدافندش هم همین میشه که ما باید حقیقتو انقدر تکرار کنیم. بابا ببین یه جوری شده که طرف میاد میگه مثلا خودشونه، کار خودشونه، مثلا اینو چیز میکنن، این باید انقدر بهش دروغ خوروندن روز و شب شبانه روز. طرف واقعا من میشناسم که واقعا الان فکر میکنه قهرمانه، مثلا الان مبارزه چیزه که مثلا با جمهوری اسلامی به جنگه، یا مثلا دهه 80 رو شیر کنه بندازه جلو مثلا باتوم و فلان و اینا، فکر میکنه داره کار درستی انجام میده. واقعا فکر میکنه، واقعا فکر میکنه قهرمانه. شعر مثلا چیز بیر اینا تلفات جنگی چیزن، آخ ریاض شد 40 دقیقه شد، تا این استارت رو میزنی 40 دقیقه میشه. ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کسی نمیبینه که بخوام بهت بگم که انقدر ویوام کم شده، لیمیت شدم، فلان شدم، شاد و بند شدم. و اینایی هم که میبینید بگم اینا، بذار این ویدیو بمونه، سعیم رو کردم یه جوری بگم بمونه. خیلی مخلصیم، تا یه فرصت دیگه. الان تقریبا 4 صبح تا بارگذاری کنم صبح میشه، فکر کنم صبحم کسی نیه، اما اسکجول کنم واسه مثلا 10-11 صبح اینو ببینید. خیلی مخلصیم، عزت زیاد، یا عالی مدد.